دیدبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد مقامات سریلانکا به سوزاندن اجساد متوفیان کرونایی ادامه می دهند و وعده چند روز قبل نخست وزیر این کشور مبنی بر توقف این کار عملی نشد. ماهیندار جاپاسکا رئیس نخست وزیر سریلانکا هفته گذشته اعلام کرد که مقامات این کشور از سوزاندن اجباری اجساد متوفیان کرونا جلوگیری می کنند. و به نظر می رسد که از این طریق به سیاست نقض بیرحمانه حقوق مسلمانان پایان داده شود اما علا رقم این قول مقامات سریلانکا به سوزاندن اجساد مسلمانان ادامه داده و از تصمیم خود باز نگشتن. آنها معتقدند که تنها پس از انجام رایزنی ها در یک کمیته تخصصی سیاست موجود در این خصوص تغییر می به گفته نهادهای حقوق بشری دولت سریلانکا بدون هیچ مبنای پزشکی ادعا می کند که دفن متوفیان بر اساس آینهای اسلامی تهدیدی برای سلامت جامعه است چیزی که نهادهای حقوقی آن رد می کنند بعد از اینکه نخست وزیر سریلانکا از پایان قرنطینه در این کشور خبر داد جسد محمد کمال محمد سمیم در شهر او سوزانده شد دوستان فعال اجتماعی گفتند که مقامات ابتدا مدعی شدند که او خودکشی کرده است اما بعدا گفتند که او به کرونا مبتلا شده بود و جسدش را عجولانه سوزاندند از مارس 2020 اسفند 98 که دولت سریلانکا سیاست سوزاندن اجساد متوفیان کرونا را پیاده می کند مسلمانان از این قضیه بسیار متأثر و ناراضی هستند و حتی در بسیاری از موارد مسئول این, این, این کشور از ساده افرادی که ابتلای کرونا هم قطعی نشده بود سوزاندن